جریان و رویداد هولناک و مرگزای ویروس کرونا در کشور ما بیداد میکنه و به راستی هر روز که میگذره بیش از پیش این بیم و هراس در میان ما ایرانیان گسترش پیدا میکنه که چه بسا هزاران هزار ایرانی در این جریان پرپر بشوند و بخش بزرگی از این گرفتاری هم به ندانمکاری، ناتوانی ها و گرفتاری ها و دروغ پردازی های این حکومت پیوند داره که من در یک برنامه دیگری به اون پرداختم. اما امروز میخواهم با شما در این باره از زاویه دیگری سخن بگویم و این زاویه نگاهی است که من به رفتار این حکومت دینی چیره 40 ساله بر ایران در برابر این ویروس هولناک دارم. در سفرهایی که به گوش و کنار جهان داشتم، در گفتگوهایی که با هممیهنان از راه دیداری یا شنیداری داشتم یا گاهی با اینترنت، یکی از برجسته ترین پرسش هایی که همواره با من در میان میگذارند به ویژه از ایران در این است که این پیوند یا درگیری میان دین و مدرنیته در چیست؟ آیا می توان یک پلی میان دین و مدرنیته به وجود آورد؟ اجازه بدهید که این رو به این ویروس کرونا یا به واکنش دولت در مورد ویروس کرونا پیوند خواهم داد. پرسش این است که آیا ما می توانیم در یک کشور اسلامی، در یک کشور شیعی، ایرانی مدرن بسازیم؟ چرا این پرسش به میان می آید؟ زیرا شما اگر به تاریخ انسان نگاه کنید، این تاریخی که در دست داریم نگاه کنیم، سفر ما آدمیان در درازای تاریخ به دنیای مدرن از دورانی آغاز شده که نخست ما بخشی از یک خانواده بودیم، هویت خانواده یا گروهی داشتیم. حالا هنگامی که خانواده به وجود آمد، رفته رفته هنگامی که شهرنشینی به وجود آمد، ما بخشی از هویت یک سرزمین شدیم یا هویت قومی گرفتیم. مردمانی از یک تیر و تبار بودیم، فرد به شمار نمی آمدیم به عنوان آدمی که شهروند فلان شهر است یا یکی از آدمیان یک دسته و ایل به شمار می آید شناخته می شدیم. هنگامی که دینهای بزرگ به وجود آمدند، انسانها وابستگی به این دینها و آیینها پیدا کردند و شناسایی انسانها از این راه بود. انسان یا فرد جایگاهی در تاریخ نداشت. ما عضوی بودیم از یک خانواده، عضوی بودیم از یک ایل و قبیله، عضوی بودیم از یک آیین و دین، عضوی بودیم رفته رفته از یک کشور و یا سرزمین. ایرانی بودیم، فرانسوی بودیم. حالا به ویژه در مورد ما ایرانی ها، چون کشور کهنی هستیم، این احساس ایرانی بودن خیلی برجسته شد. شما در نوشتارها و سرودهای فارسی هم که نگاه کنید این رو در میابید. یا کسانی که خودشون رو وابسته به دسته ایلی میدانستند، ترک بودن براشون مهم بود، آریایی بودن برای اونها جایگاه برجسته‌ای داشت. در فراز اسلام بر ایران، چیرگی اسلام بر ایران، عرب بودن یک جنبه برجسته‌ای داشت. یعنی عرب ها خودشون رو برتر از عجم ها یا ایرانی ها میدانستند و ایرانی ها اونها رو تازی میخواندند. هنگامی که ترک ها یا خاندان های ترکیک یا ایل های ترک به ایران تاختند، اونها خودشون رو برتر می دانستند. و این جنگ و گریز ها در درازای تاریخ، نه در فلات ایران، در گوش و کنار جهان، در همه جا وجود داشت و کشتارهای بسیاری رو به وجود آورد. حتی در دوران مدرن شما نگاه کنید در بیافرا چه کشتاری میانه دو دسته 700 هزار نفر پرپر شدند، یا جنگ های مدرنی که در بالکان روی داد و به کشتار بسیاری انجامید. پاسخ من به
همیهنانی که همواره از من پرسیدن که یکی از برجسته ترین ویژگی های مدرنیته و درگیری این اندیشه مدرن یا تجدد با دین در چیست، در این است که دنیای مدرن یا مدرنیته انسان رو و جامعه بشری رو بازتعریف کرد، اصالت انسان رو در کانون جامعه بشری نهاد. ما به عنوان فرد هویت یافتیم، دیگر عضوی از یک خانواده، عضوی از یک شهر، عضوی از یک قبیله، دین، آیین یا کشور نبودیم، انسان بودیم، حقوق فردی داشتیم. و اوج این دگرگونی در دوران پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافت. انسان به کانون گفتمان جامعه بشری دست یافت و ما کسانی شدیم که دارای حقوق فردی و دارای جایگاه فردی به عنوان یک انسان هستیم. نخست مردها، از جمله در همین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا یا قوانین اساسی کشورهای دیگر، رفته رفته زنها هم، و امروز ما به جایی رسیده ایم، به جایگاهی در جامعه بشری رسیده ایم که همه انسان ها جدا از اینکه از کدام تیر و تبار هستند، چه رنگ پوستی دارند، به چه آیینی باور دارند یا ندارند، از کدام کشور برخواستند، زن هستند، مرد هستند، جنسگرا هستند و دیگر باش هستند، هر چی که میخواهید بگویید، اینها انسان هستند، فرد هستند. بزرگترین درگیری آیین‌های تک خدایی و به ویژه در مورد اسلام و در درون اسلام آیین شیعی در این است که انسان جایگاهی ندارد، فرد اصلا ارزشی برای او قائل نیستند. ما در این زمین هستیم بر پایه اراده خداوند، اراده خداوند هم از سوی نمایندگان خداوند، نخست پیامبر و در آیین شیعی خاندان علی ابن ابی طالب، و از سوی خاندان علی ابن ابی طالب به مجتهدان و بزرگان دین منتقل می شود. و امروز در کشور ما یک نفر ولی فقیه همان اندازه رأی دارد که 80 و اندی میلیون ایرانی، یعنی او بر جان و مال و زندگی و سرنوشت و بهداشت و حقوق و آینده همه ایرانیان چیره است، زیرا نماینده خداوند در زمین است. این نمایندگی از چه زمانی در آیین شیعی به وجود آمد؟ از چه زمانی انسان دیگر جایگاهی نداشت؟ و همه اینها رو من اشاره می کنم به دلیل رفتاری که این حکومت در این ماهای گذشته درباره جلوگیری از گسترش این ویروس انجام داده، که تشویق میکنند مشکلی نیست، بروید نشست های عمومی داشته باشید، قم روابط گسترده حوزوی داشته باشید، هیچ گرفتاری نیست، برای که انسان برای اونها ارزشی ندارد. نگاه کنید به در این که در جنگ ایران و عراق صدها هزار نوجوان و خردسال ایرانی از روی مینها رد شدند و پرپر شدند و هیچ اشکی هم برای اونها ریخته نشد، زیرا انسان دارای جایگاهی نبود. و شما اگر بخواهید بازگردید به تاریخ و این اندیشه ها رو بازبینی کنید، باز میگردید به رویداد کربلا، باز میگردید به این سخنانی که در بر سر منبر در سالهای گذشته، در صدههای گذشته درباره جایگاه امام حسین و واقعه و رویداد کربلا میگوید. این رو من بر پایه این گفتاوردی که اینجا میخوام برای شما بخوانم از تارنمای حوزه علمیه قم است. میگوید بر اساس سیره عملی انبیا به خصوص امام حسین، همه انسان ها باید فدای دین شوند. یک بنگرید پاسخ به اون دوستانی که میپرسند
درگیری دین و مدرنیته در چیست، دنیای مدرن انسان رو در کانون خود می نشاند. انسان دارای اصالت است. هویت انسان بر پایه حقوق فردی و جایگاهی که در جامعه یافته است تعریف می شود. از دیدگاه دینی بر اساس سیره عملی انبیا به خصوص امام حسین، بگذاریم که امام حسین از شمار انبیا نبوده ولی این حوزه علمی قوم امام حسین رو هم پیغمبر کرده، همه انسان ها باید دین شوند، فدای دین شوند. از این روز که حضرت ابا عبدالله الحسین خودش دید اگر در آن برهه از زمان و در آن اوضاع خاصی که بر جامعه اسلامی حاکم بود امر به معروف و نهی از منکر نکند، اصل اسلام در خطر است و فاتحه اسلام خوانده می شود. نیز زحماتی که جد بزرگش برای اسلام کشیده و جانفشانی های شهیدانی که خودشان را در راه اسلام نثار کردند در معرض بی اثر شدن است. از این رو بر خود لازم دانست که قیام کند اگرچه جان خود و بستگانش را در این راه فدا کند. این رو هم بی افزایم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ، بسیاری از این داستانهای مربوطه به کربلا ساختگی است. ما نمیدانیم کهن‌ترین نوشتاری که گویا درباره رویداد کربلا بوده نزدیک به 70 سال پس از آنچه در کربلا روی داده نوشته شده، آدمی است به نام ابو مخنف. این ابو مخنف لوط بن یحیی گویا کتابی داشته به نام مقتل الحسین. این کتاب در دست نمانده، دیگران از آن یاد کردند و خیلی ها گفتند که بسیاری از آنچه در این کتاب آمده داستان سرایی است. ما درباره اون رویدادها جدا نمیدانیم. حالا گیریم که چیزی بوده و این چیز اینک به دوران تازه آمده و بر پایه این پرورش و آموزش انسان باید خودش رو در راه دین فدا بکنه، همه ی انسان ها. گمان نکنید که این نوع نگاه در باور رهبران دینی در این سالها نبوده. من برای شما بخشی رو میخوانم از کتاب رسالت و سرات و نجات، ترجمه وسیلت و نجات آستابالحسن اصفهانی، که دیگران هم به این باور دارن. آقای خمینی هم همین گونه گفته. میگویند که غیر مجتهد، شمار مجتهدان شاید 50 نفر هم در هر دوره نباشه، ولی غیر مجتهد یعنی توده مردم، باید در عبادات و معاملات بلکه در تمام کارهای خود حتی در مباحات تقلید کنند مجتهدی را، تقلید کند مجتهدی را. این گوهر اندیشه است که در کانون نگاه به انسان و نگاه به یک مجتهد در اندیشه شیعه قرار داره. آقای خامنه‌ای اگرچه مجتهد هیچگاه نبوده، هیچگاه به درجه اجتهاد نرسیده، فقیهی نبوده، ولی امروز به عنوان جانشین ولی فقیه یا خود ولی فقیه همه کاری کشور، مردم به ناچار باید نه تنها از او تقلید کنند، بلکه مردم کسی نیستند، مردم باید وفادار به دستورهای ایشان باشند. انسان در یک کشور دینی جایگاهی نداره. بازگردم به بحث مدرنیته. اندیشه مدرن هنگامی که شکوفا شد و ارزش‌های مدرنیته پا گرفت، ما با چند جریان دشمنانه با این اندیشه حقوق فردی در دوران از گذشته تا به امروز روبرو بودیم. در دوران مدرن دو جریان به جنگ با اندیشه های یا این ارزش حقوق فردی انسان برخواستند. یکی فاشیسم بود و دیگری کمونیسم. در جامعه کمونیستی انسان فدای جامعه بود، انسان فدای حزب بود،
انسان باید جان خودش رو برای حزب فدا می کرد و در گروه های سیاسی چپ همچنین بود. انسان باید قربانی ارزش هایی می شد که حزب یا گروه به آن وفادار است. برای آینده بشری باید خودش رو فدا می کرد. فاشیسم هم همین گونه بود و در هر دو مدل فاشیسم و کمونیسم اگرچه دارای ارزش های متفاوتی هستند، یک نفر در بلندای قدرت نشسته بود. در اتحاد جماهیر شوروی سرانجام استالین به این جایگاه رسید و همه کس باید سر به فرمان استالین می نهاد و در ارزش های فاشیستی در ایتالیا موسولینی و در اوج اون در آلمان شخص هیتلر. امروز بدترین نمونه‌ای که در این زمینه ما در دست داریم کره شمالی است که مردمان کره شمالی هیچ کس نیستند. یک نفر هست که این آدم براستی همه چیز این جامعه رو در دست داره و مردم تنها وفادار به او هستند، او رو خدای خودشان می دانند. دنیای مدرن بنا نبوده این گونه باشد، اما در راستای در کنار این جریان هایی که در دوران مدرن پدیدار شده، ما با یک جریان کهن روبرو هستیم، جریان دین. برخی از این دین ها توانستن خودشون رو همراه کنند با ارزش های دوران مدرن، حقوق فردی رو بپذیرند. این دگرگونی در دنیای شیعی به وجود نیامده و از این روز که در کشور ما در این بیماری هولناکی که در حال گسترش است و بیشترین کشتار رو بعد از چین امروز در ایران می کند، انسان دارای ارزش نیست. این رهبران دینی دستور نمی دهند که یک کوشش گسترده برای جلوگیری از گسترش این بیماری به وجود بیاید. برای اونها انسان دارای ارزشی نیست. گیرم که 1 میلیون ایرانی در راه ماندگاری این حکومت فدا بشوند، از میان بروند، به بهشت یا جهنم خواهند رفت. خداوند سرنوشت اونها رو رقم خواهد زد، همان گونه که زندانیان عراقی رو با لبخند دست جمعی می کشتند و یا کودکان رو به روی مین می فرستادند، یا در تابستان 67 همه زندانیانی رو که حکم گرفته بودند رو کشتند در زندان، و هم امروز هم اگر بتوانند چنین می کنند. قطعهای زنجیری رو نگاه کنید و به کشتن مخالفان در خارج از کشور و کارهای تروریستی دیگری که به اون دست میزنند. انسان دارای ارزش در دستگاه حقوقی، ارزشی و فرهنگی دنیای شیعی که در ایران چیره شده نیست. کشتن یک انسان هیچ، اگر سودی برای این آیین داشته باشد، بسیار بسیار نیک است. از این روز که با این فرهنگ ما روبرو هستیم، فرهنگ که لیسیدن ذریح امامان میتواند شما را شفا بدهد، حتی اگر میدانید که چنین کاری بیماری، حالا جدا از این بیماری کرونا، بیماری های دیگری برای شما پدیدار میسازد، اما انسان دارای ارزشی در این فرهنگ نیست. ما با این گرفتاری در ایران روبرو هستیم. این بیماری جهانی کرونا به همه جا سر خواهد زد، به همه جا گسترش خواهد یافت. گرفتاری در کشور ما در این است که با همه امکاناتی که در دست داریم، این همه آدم‌های توانایی که در کشور ما وجود دارند، این همه ایرانیان فرهیخته‌ای که در کانون پزشکی در گوش و کنار جهان هستند، در آلمان، در سوئد، در آمریکا، در همه جای جهان، در کشور ما اندیشه چیره است که بر پای این اندیشه ارزش چندانی برای انسان قائل نیستند. میلیون ها ایرانی هم اگر پرپر بشوند، فدای سر رهبر و فدای سر دین، از آنجایی که حسین ابن علی در کربلا در راه دین شهید شده، شما هم می توانید در راه این حکومت دینی در ایران پرپر بشوید و هیچ مسئله هم به وجود نخواهد آمد. به باور من این بیماری چشم اسفندیار این حکومت است. ما در این سالهای گذشته گرفتاری های بسیاری این حکومت رو دیدیم که این حکومت رو
در یعنی حکومت در برابر این گرفتاری ها قرار گرفته و بسیاری پیش بینی میکردند که این حکومت در برابر این فشارها از جمله این تحریم های فزاینده ای که غرب بر ایران به ویژه ایالات متحده آمریکا بر ایران تحمیل کرده به زانو در بیاید و همچنان ماندگار بودند در این سالها، ناتوان شدند. ولی این بیماری از آنجایی که همان گونه که در برنامه دیگری گفتم ماجرای طاعون اروپا اعتماد به کلیسا رو در هم شکست و بنیاد باورهای دینی رو به لرزه انداخت، به لرزه افکند و دگرگون ساخت، من بر این باور هستم که رفتار حکومت در این یک ماه گذشته نسبت به گسترش این بیماری یک دگرگونی بنیادی در ایران پدیدار خواهد ساخت. تا به امروز بیشتر کسانی که باور به این حکومت داشتند از میان مردمی هستند که شاید آگاهی های چندانی نسبت به دنیای نو ندارند. پایگاه اجتماعی این حکومت بیشتر در میان اون گروهی از مردم است که این ارزش ها و باورهایی رو که این حکومت به اون وفادار هست میپذیرند. بیماری کرونا مرز نمیشناسد، دارا و ندار رو با هم گرفتار می کند و ناتوانی این حکومت یا نخواستن این که بیایند و به راستی با مردم راستگو باشند و گرفتاری های گسترش این بیماری رو با مردم در میان بگذارند کمر این حکومت رو خواهد شکست. نیک بنگرید هیچ یک از آمارهایی که این دولت در دسترس مردم قرار میدهد مورد پذیرش مردم نیست. میدانند که این دولتیان دروغ میگویند. هیچ پروژه، برنامه، چشماندازی برای جلوگیری از گسترش این بیماری در دست ندارند. کوششی آغاز شد برای که شهر قم رو که آغازگر این بیماری بود قرنطینه کنند، همان کاری که در چین در مورد یک منطقه بزرگ 50 میلیونی انجام دادند، این رو نپذیرفتند زیرا با باورهای دینی اونها با رفتار حکومتی رو در رو بود. خب ما به پایان این بخش برنامه نزدیک شدیم و از این رو من با براستی با دلی پر از اندوه، آکنده از اندوه و ناامیدی نسبت به آینده این تباهی و گرفتاری در ایران امیدوار هستم، براستی امیدوار هستم که با همه ندانم کاری هایی که در کالبد این حکومت نهفته است ما بتوانیم با کمترین زایعی، با کمترین هزینه‌ای این بیماری هولناک رو پشت سر بگذاریم. اما گوهر این گرفتاری نه در خود بیماری، در این است که در جمهوری اسلامی، در یک حکومت دینی، انسان دارای ارزش برای این حکومت نیست. تا برنامه آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.